بسم الله الرحمن الرحيم. الله, الله الله، الله الله، يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين استغفر الله ربي وأتوب إليه إذا عرفت هذا فنقول إن المستصحب إما أن يكون حكما من الأحكام الشرعية المجعولة وإما أن يكون من غير المجعولات همان تورك مستهزريت بحث ما در أمر ششوم در أصل مسبيد هست در ارتباط با تعريف أصل مسبيد قلم روي أصل مسبيد ودليل الشيخ رزوان الله عليه برنافي وبطلان أصل مسبيد تا درس قبلی مطالب را محضر شما بیان کردیم روشن شد که از نظر شیخ رضوان الله علی اصل مثبت اون اصل است که لوازم عقلی و عادی مستصحب را بخواهیم با استصحاب اثبات بکنیم یا این که ارز کنم لوازم لوازم شرعی باشد آثار آثار شرعی باشد ولی این آثار شرعی مستقیم مربوط به خود متعقن و مستصحب نباشد بلکه آثار لوازم عقلی و عادی باشد و در واقع بالواسطه مرتبطی با متیقن سابق باشند هر دوی این مورد از نظر شیخ رضوان الله علی از آن جایی که در قلم روی اصل مثبت قرار می گیرند شیخ فرمود که اثبات اینها محال هست چرا؟ به خاطر که ثبوتا اصلا محال هستند و در واقع جعل آثار شرعی و جعل ارز کنم آثار عقلی و عادی تمامی اینها با این تفصیل که بیان کردیم از نظر شیخ قابلیت جعل را ندارن اما آثار عادی و عقلی به خاطری که مربوط به تکوین یاد هستند و ربط به تشریع ندارن اما آثار شرعی مترتب بر متیقن از طریق آثار عادی و عقلی بازم ارز کنم خدمت با سادر شما از آن مستصحب نیستند بلکه در واقع اثر لازم عادی و عقلی هستند که بالواسطه مربوط به متیقن و مستصحب می شوند به همین جهت هست که از نظر شیخ رضوان الله علی نه آثار شرعی مع قابل اثباتن چون ارز کنم تنزیل شرعی مربوط به آثار شرعی مستقیم می شود و نه ارز کنم خود لوازم عقلی و عادی قابل اثباتن به که جعل اونها از نظر شیخ اصلا محال هست و قابلیت جعل را ندارن خب اگر خلاصه درس گذشته دو تا درس قبلی تا اینجا برای شما روشن باشد از اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید که در تفصیل مطالب قبلی کلا مستصحب ما دو جور میتواند باشد یعنی وقتی ما استسحاب را جاری میکنیم مستصحب ما یا حکم شرعی است یا غیر حکم شرعی و استصحاب در هر مورد اقتضای خاصی خود را دارد اگر مستصحب ما حکم شرعی باشد اثرش روشن هست مثلا اگر استصحاب بکنیم وجوب جمعه را عرض کنم در اصر غیبت نتیجهش این می شود که یک حکم ظاهری برای وجوب جمعه در زمان غیبت جعل می شود در واقع وجوب جمعه در زمان حضور یک حکم واقعی بود یقین داشتیم به اون حکم اما در زمان غیبت چون شکی در وجوب داریم با استصحاب یک حکم ظاهری همانند اون حکم واقعی جعل می شود که برای ما حجیت دارد وقت حجیت داشت این حکم ظاهری طبیعتا تمام آثار و التزاماتی که بر اون حکم واقعی بار می شود بر این حکم ظاهری هم بار می شود مکلف موظف هست که به این حکم ظاهری پابند و ملتزم باشد این در صورت است که مستصحب ما حکم شرعی باشد اما اگر مستصحب ما حکم شرعی نباشد از موضوعات خارجی باشد موضوعات خارجی مثل عدالت زید مثل حیات زید درس کنم حتی حقایق لغوی مثل این که ارز کنم این لفظ در این معنا 500 سال قبل حقیقت بود فعلا شک دارم که حقیقت هست یا نه استسحاب میکنم بقای حقیقت بودن را مثلا در تمام این موارد از نظر شیخ رضوان الله علیه وقتی که استصحاب جاری شد مثلا استصحاب حیات زید جاری شد طبیعتا با اثبات حیات زید در زمان شک لاحق آثار شرعی بر این مستصحب ما بار می شود آثار شرعی اش مثل عرض کنم خدمت با سعادت شما انفاق بر زوجه اش حفظ اموالش تا زمان یقین به موتش و امثال اینها بار دیگر شیخ تکرار می کند که وقتی شما استصحاب می کند حیات زید را لوازم عقل و عادی بر این استصحاب مترتب نمی شود همچنانی که عرض کنم خدمت با سعادت شما حتی ملزومی این ارز کنم مستصحب ما بازم بر استصحاب مترتب نمی شود و ملازم این مستصحب ما بازم بر این استصحاب مترتب نمی شود و اثبات نخواهد شد اینجا دو چیز را اضافه بر لوازم عقلی و عادی که تا هنوز صحبت از لوازم بود شیخ دو چیز دیگر را در واقع جدیدن مطرح میکند یکی ملزوم که گو این که خود مستصحب ما لازم هست برای یک ملزومی وقتی ارز کنم ما مستصحب را با استصحاب اثبات کردیم حتی اون ملزومش ثابت نخواهد شد یا اگر چیز ملازم باشد با مستصحب ما دو چیزی که همزمانی با هم باشند بازم ارز کنم خدمت با سعادت شما استصحاب اون را ثابت نخواهد کرد در هر صورت تمام این امور تکوینی گرشن ممکن است از نظر اقلی با هم غیر قابل تفکیک باشند ولی چون تحت جعل شرعی قرار نگرفتند با تعبد شرعی قابل اثبات نخواهند بود. این ما فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علی در توضیح مطالب گذشته هست. در واقع این چند سطر را که مرحوم شیخ اینجا بیان میکند، اگر خوب دقت بکنیم توضیح هست بر مطالبی که گذشت نه این که ارز کنم مطالب نکات و تازه زیادی وجود داشته باشد لذا می فرماید اذا عرفت هازا هر زمانی که شناختی که یا زمانی که شناختید شما و به این باور رسیدید که آثار عقلی و عادی با استصحاب ثابت نمی شود اگر شناختید شما این نکته را فنقولو پس ما در تفصیل این مطلب یک بار دیگر برای شما میگویم البته مرحوم شیخ رضوان الله علیه در بحث اصل مثبت دچار تکرار شده است شاید یا هدفش عمدن این نکار را این رویش را استخدام کرده است به خاطر جا انداختن بحث هست که پیچیده هست و شاید اصلا خود پیچیدگی بحث باعث شده است که قلم نتواند بهتر از این این مطالب را ارائه بکند و بیان بکند در هر صورت زمانی که شناختید که آثار عقلی و عادی با استصحاب ثابت نمی شود فنقولو پس می گویم ما در تفصیل بیشتر همین مطلب یعنی این که اصل مثبت حجت نیست این که لوازم عقلی و عادی ثابت نمی شود این المستصحبه این که مستصحب یا این که باشد حکمی از احکام شرعی مجعول مثل وجوب و تحریم و اباحه و غیر اینها یعنی مستصحب ما یه حکم از احکام شرعی هست و اما ان یکونه من غیر المجعولات یا یعنی اینکه مستصحب ما از غیر مجعولات باشد غیر مجعولات شرعی یعنی غیر احکام شرعی مثل موضوعات خارجی حیات زید عدالت بکر و امثال و یا موضوعات لغوی با اون توضیحی که عرض کردم مثل اینکه یک کلمه هزار سال قبل در صدر اسلام حقیقتی در فلان معنای معین بود فعلا شک دارم که در اون معنا حقیقت هست یا نه استصحاب میکنم بقاء حقیقت بودن را خب این هم از چیزهایی است که عرض کنم خدمت با سعادت شما مجرای استصحاب قرار میگیرد پس در کل از نظر شیخ مجرای استصحاب دو قسم هستند یعنی در تمام مواردی که ما استصحاب را جاری میکنیم مستصحب ما یا حکم شرعی است یا غیر حکم شرعی به عنوان قضیه منفصله حقیقیه فا این کان من الاحکام الشرعیه اگر مستصحب ما از احکام شرعی باشد در این صورت فلمجعول فی زمان شکه پس آنچه که جعل شده است در زمان شک یک حکم ظاهری هست که این حکم ظاهری ما مساوی هست با متعقن سابق در تمام آنچه که مترتب می شود بر اون متعقن سابق درست است که وجوب جمعه در زمان حضور یک حکم واقعی است قابل قیاس با این وجوب ظاهری نیست ولی در هر صورت از جهت آثار و محدود کردن مکلف و واداشتن مکلف به بعض التزامات یکسان هستند یعنی همان طور که در زمان حضور باید با اجتماع شرایط نماز را میخواندیم در زمان غیبت هم باید اون نماز را بخوانیم مثلا و اگر کسی مثلا ترک بکند فرض بفرمایید همان طور که بر اون وجوب واقعی عقاب بار میشد بر این وجوب ظاهری هم عقاب اخروی بار می شود مساوی است مر متیقن سابق را در تمام آنچه که مترتب می شود بر اون متیقن سابق چرا لانه به علت اینکه این, که این مجعول در زمان شک مفاد وجوب ترتیب آثار متیقن سابق است و وجوب مزی بر اون متیقن سابق است و وجوب عمل به اون متعقن سابق یعنی شما هر تعبیری که از روایات استصحاب بکنید وجوب عمل بر اساس متعقن سابق باشد وجوب موزی بر اساس متعقن سابق باشد اخذ به با آثار متعقن سابق باشد تمام این تعبیرات اگر چند تعبیرات متفاوت هستند ولی به یک حقیقت اشاره دارند که اون محدودیت ها اون اقدامات و اون التزام عملی که در ظرف وجوب سابق داشتید در زمان یقین سابق فعلا همون عرض کنم التزامات را در ظرف شک لاحق هم داشته باشید خود چیز فراتر از اون که نیست به همین جهت هست که وجوب ظاهری ما آثار همان وجوب واقعی را دارد و از نظر شیخ رضوان الله علی از جهت آثار این دو وجوب هیچ گونه تفاوتی با هم نخواهند کرد پس همچنانی که اگر ما یقین داریم ارز کنم به وجوب یک چیز یا حرمت یک چیز چه چی اقدام میکنیم ارز کنم چه واکنش و عکس العمل از خود به عنوان یک مکلف نشان میدهیم اگر با استصحاب هم اون وجوب یا حرمت به اثبات رسید عین همون واکنش عکس العمل رو باید داشته باشیم آثار اون وجوب شرعی آثار اون حرمت شرعی مثل پرهیز کردن در حیات و زندگی ما باید هویدا و آشکار باشند خب این مال فرض که مستصحب ما حکم شرعی باشد و البته خوب این ربطی به بحث فعلی ما ندارد صرفا از باب تمهید و مقدمه سازی برای بحث اصل مثبت هست اصل مثبت ربط به حکم شرعی ندارد همان طور که مستحضری لذا می فرماید و این کان من غیرها اما اگر مستصحب ما از غیر احکام شرعی باشد در این صورت پس مجعول در زمان شک یعنی نتیجه استصحاب در زمان شک لاحق هی این مجعول لوازم اون مستصحب هست منتها لوازم شرعی این تکرار همون مامزا هست یعنی چی؟ یعنی شما وقتی با استصحاب حیات زید را در زمان شک لاحق و اثبات میرسانید قبل از مسافرت زید یقین به حیاتش منجز و مسلم بود خب مشکلی نبود فعلا که شک داریم با استصحاب بقای حیات نتیجهش این می شود که آثار شرعی را باید ملتزم باشیم یعنی زنش وظیفه دارد که منتظر زوج بماند بر دیگران حرام هست با این زن ازدواج کردن حفظ اموال او واجب خواهد بود عرض کنم خدمت با سعادت شما انفاق بر زن او از طرف خودش هم یکی از واجبات هست چون بالاخره اگر زنده باشد اگر عقد نکاح برقرار باشد از لازمه نکاح دائم وجوب انفاق هست به همین جهت هست که میفرماید لوازم و آثار شرعی بر مستصحب بار می شود کلامی در اون نیست اما دون العقلیت و العادیه اما آثار عقلی مثل این که ارز کنم زید که حالا زنده هست حتما چون جسم هست نیازمند مکان هست آثار عقلی یا آثار عادی زید که حالا زنده هست پس حتما ریشش رویده است مثلا چون حالا به سن 18 و 20 رسیده یا فرض فرمایید ریشش علی القاعده دراز می شود مثلا و امثال این آثار اینها با استصحاب ثابت نخواهد شد و ربطی به عالم تشریح هم نداره تا اینجا در این قسمت نکته تازه نیست واقعا همون تکرار مامزا و توضیح مامزا هست اینجا بهت می فرماید و دون ملزومه و همچنانی که آثار عقلی و عادی بر مستصحب بار نمی شود ملزوم ارز کنم اون مستصحب هم بر استصحاب بار نخواهد شد دون ملزوم اون مستصحب چه این ملزوم شرعی باشد یا غیر شرعی باشد ملزوم که مستهزلی درس کنم مثلا فرض بفرمایید شما سابقا یک ساعت قبل اینجا دود داشتید فعلا شک دارید که دود باقی هست یا نه استصحاب میکنید بقای دود را خدای نکرده در جای آتش توزی شد با استصحاب بقای دود دود از لازمه چی هست ملزوم دود چی هست آتش هست چون آتش میشود ملزوم دود میشود از لازمه اش اینجا شما بخواید با استصحاب ملزوم این عرض کنم مستصحب را اثبات بکنید یعنی استصحاب بکنید بقای دود را تا نتیجه بگیرید بقای آتش را میفرماید نخیر بقای آتش و عدم بقای آتش از امور خارجی و عادی و تکوینی تحت تشریع واقع نمی شود تعبد شرعی بیگانه از اثبات این امور هست لذا عرض کنم این ملزوم البته ملزوم غیر شرعی بود گاهی ممکن است ملزوم هم ملزوم شرعی باشد فرق نمی کند در هر صورت عرض کنم استصحاب اگر خودش ملزوم نبود بلکه لازم بود هر زمانی که استصحاب بشود این مستصحب خب خود به خود برای خود ملزوماتی دارد میفرماید ملزومات مستصحب با این استصحاب ثابت نخواهد شد همچنین در قلم روی اصل مثبت باز مصداق جدیدی دیگری که اضافه می شود و دون ما هو ملازم معهوب و بدون اون چیزی که ملازم هست با اون مستصحب برای یک ملزوم سوم این هم عرض کنم خدمت با سعادت شما با استصحاب ثابت نخواهد شد مثلا فرض بفرمایید درس کنم خدمت با سعادت شما شما استصحاب میکنید حیات کسی را زید سابقا عرض کنم زنده بود فعلا شک دارید که زنده هست یا نه استصحاب میکنید بقای حیاتش را و نتیجه میگیرید عرض کنم زربان قلب را چون زربان قلب عرض کنم خدمت با شما همان طور که مستحضل هستید ملازم هست با خود مستصحب یعنی حیات بدون زربان قلب نمی شود و ضربان قلب عادتا بدون حیات نمی شود خب به همین جهت هست اگر کسی حیات زید را استصحاب بکند بعد نتیجه بگیرد که پس ضربان قلبش ادامه دارد نخیر این هم تحت جعل شرعی قرار نمی گیرد یعنی استصحاب نمیتواند این امور را برای ما ثابت بکند اینها بالاخره یک سلسله امور علمی طبیعی خارجی تکوینی هستند از مجرای خودش باید ثابت بشود لذا و بدون چیزی که اون چیز ملازم هست با اون مستصحب برای یک ملزم سوم مثلا هم مستصحب ما عرض کنم خدمت با سعادت شما ملازم هست که حیات باشد و هم عرض کنم زربان قلب این دو تا دو تا ملازم هستن برای یک ملزوم سوم اگر یک ملازم اثبات شد معنایش این نیست که ملازم دیگر هم به اثبات برسد به همین جهت هست که از نظر شیخ رضوان الله تعالی علی هیچ کدام از این امور تحت جعلی استصحابی قرار نمی گیرن. بعد از این توضیح مفصل شیخ در پایان میفرماید و لعل هذا هو و شاید همین مطلب را که ما برای شما توضیح دادیم یعنی البته در دو جلسه قبلی خصوصا در درس قبلی و سپس در این درس در این چند سطر اخیر که در واقع قلم اصل مثبت را کلا روشن کردیم لوازم عقلی و عادی را در قلم اصل مثبت قرار دادیم آثار شرعی مترتب بر مستصحب از طریق لوازم عقلی و عادی را جزء اصل مثبت قرار دادیم ملازم مستصحب را جزء ارز اصل مثبت قرار دادیم ملزوم مستصحب را جزء اصل مثبت قرار دادیم شیخ می فرماید و لعل و شاید همین مطلب مراد است به عبارت کسانی که مشهور شده است یا به مطلبی که مشهور شده است بر زبان اهل عصر مثل ارز کنم مناهج الاحکام مرحوم نراقی و دیگران مستحضرید و شاید در لابلای بحث های گذشته هم اشاره کردم که بحث اصل مثبت از اون بحث های نوظهور هست در واقع متأخرین به ابعاد این مسئله خوب پی بردن اون را برجسته کردن تحلیل محتوا کردن و عرض کنم خدمت با سعادت شما مرزه های دقیق اصل مثبت را تبیین کردن حالا ممکن است از جهت سغرویک و ارز کنم تطبیق سازی در فقه قدیم در زمان فقهای های قدیم هم به نکات بر بخوریم که در آخر همین تنبیه در بحث سمره خواهد آمد انشاءالله ولی این که برای فقهای های قدیم اصل مثبت به عنوان یک اصطلاح و دارای قلم رو مشخص و معین باشد به با گونه ای که فقیه در کجا استفاده بکند و در کجا استفاده نکند این از کار علمای متأخر علم وصول هست لذا شیخ هم میفرماید و شاید همین مطلب با این توضیحات و قلم های مشخص مراد باشد به مطلبی که مشهور شده است بر السنه اهل عصر زبان محققین معاصر معاصرین چی هست اون مطلب از نفی اصول مثبت میفرمایند که اصل مثبت حجت نیست البته عرض کردیم که نه اصل مثبت فقط در اصول عملیه حجت نیست بدون فرق بین استصحاب و بقیه اصول اما در امارات مثبتاتش حجت هست لذا میفرماید فرماید فیوری دونه بهیک پس اراده می کنن این اهل عصر بهیک به این عرض کنم کلام یعنی به این نفی از اصول مثبته این که اصل مثبت ثابت نمی کند هیچ امر را در خارج تا این که مترتب بشود بر اون امر حکم اون امر از شرعی اصل مثبت نمیتواند لازم عقلی و عادی را ثابت بکند تا در نتیجه اون عرض کنم خدمت با سعادت شما آثار شرعی مترتب بر لازم عقلی و عادی هم به اثبات برسد بله بل معداه امر شارع بالعمل علا طبق مجراه و شرعن عرض کنم بلکه معدای اصلی است که بلکه معدای اصل عبارت است از امر شارع به عمل نمودن بر طبق مجرای اصل شرعن مجرای اصل شرعن همون آثار شرعی می شود غیر از آثار شرعی با استصحاب قابل اثبات نخواهد بود و البته مستهزرید خود شیخ هم به سراحت فرموده بود این که خود این لوازم عقل و عادی تحت استصحاب قرار بگیرد فرق می کند مثلا شما خود نبات لحیه را استصحاب بکنید خود ارز کنم و در مکان بودن استصحاب بکنید اون اشکال نداره اگر اثر داشته باشه بحث در جایی که ما چیز دیگر را استصحاب بکنیم ملزوم را استصحاب بکنیم که اینها لازمه ای اون ملزوم باشد لازمه عقلی و عادی اش از این فین قول مرحوم شیخ رضوان الله علیک وارد فاز جدید و مطلب جدید می شود در واقع تا اینجا اصل مثبت را شیخ از نظر خودش روشن کرد ادله بطلانش را رو هم روشن کرد در ادامه ارز کنم سلسله اشکالاتی که ناظر به اصل مثبت هست خب بالاخره کسانی هم هستن که اصل مثبت را پذیرفتن یا کسان هستن که در حجیت اصل مثبت توضیح دادن میان واسطه خفی و ارز کنم غیر خفی اینها نکاتی است که انشاءالله به تدریج توسط شیخ رضوان الله علی مطرح خواهد شد غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.